اولین نکته بسیار بسیار مهم در مقابله با دشمن برای توفیق در این مقابله، برای توفیق در این مبارزه، نکته ایست که من این نکته رو فقط با یک مثال میخوام باز کنم و وقتی مثالم تمام شد دیگه توضیحی در بابش نمیدم و خود دوستان از مثال من باید در بیابن داستان رو. ببینید، فرض کنید که من پدر یک خانواده هم. من خواهش میکنم از همه سروران که واقعا از سر حق طلبی و اخلاص و بدون سوء تعبیرها و سوء برداشتها به مجموعه این چیزهایی که من امشب عرض میکنم دقت کنید و واقعا ببینید مطلب غیر از اینه. اگه غیر از اینه با من محاجه کنید و اگر این است باش محاجه نکنیم، باش در نیفتیم، دنبال این نباشیم که ضمیر مرجع کجاست، این مرجع به کجاست، ما این ضمیر رو باید کجا پیداش کنیم. ببینید مطلب همینه یا نه. فرض کنید که من دوتا بچه دارم، این دوتا با هم بر سر مسائلی نزاع دارند، اختلاف با هم دارند و با هم سازگاری ندارند. من دوتا کار میتونم در این نزاعی که بین دوتا بچه‌م هست دوتا کار میتونم بکنم. یک کار این است که خودم رو به هیچ وجه من الوجوه داخل نزاع نکنم، یکی از طرفین نزاع نشوم. برای اینکه یکی از طرفین نزاع نشوم راهش چیه؟ راهش اینه که از هیچ کدوم از دوتا بچه هام طرفداری نکنم، کاملاً بی‌طرف و در حالت پدرانه بر فراز سر این دوتا فرزندم بمانم. دوتا بچه من هر دو وقتی می‌بینن که من بی‌طرفم علاقه‌شون به من محفوظ می‌مونه. یعنی این بچه‌م می‌بینه که من طرفداری از اون خواهرش نکردم، علاقه‌ش به من همچنان منحفظ می‌مونه. اون بچه من میبینه که من طرفداری از اون خواهرش نکردم، وقت علاقش به من کاملا منحفظ میمونه. وقتی این علاقه منحفظ مون، دو اثر بسیار بسیار مهم داره. وقتی علاقه این طرف نزاع به من ثابته، علاقه اون طرف نزاع هم به من ثابته. خودشون با هم نزاع دارن البته، ولی هر دو به من علاقه مندن، چون میبینن من بی‌طرفم، من با یک چشم به هر دو نگاه میکنم. این دو اثر بسیار عمده داره. اثر اولش میدونی چیه؟ اثر اولش آقا اینه که روانشناسی تربیتی به ما گفته است که دو دشمنی که دوست مشترک دارند دشمنیشون خیلی شدت پیدا نمیکنه. دو تا مریدی که مراد مشترک دارند اختلافشون خیلی عمیق نمیشه. بدون چرا؟ چون هر بار این بچه‌م میگه ببین من در همه چیز با اون خواهرم نزاع دارم، ولی هر دومون مشترکاً پدرمون رو دوست میداریم. اون بچه‌م هم پیش خودش میگه من با اون خواهرم در همه چیز نزاع دارم، ولی هر دومون پدرمون رو دوست می‌داریم. این که هر دو مرا دوست می‌دارند، این سبب می‌شود که احساس می‌کنه لااقل به اندازه یک ذره وجه مشترک با هم دارن و اون ذره وجه مشترکشون اینه که هر دو به پدرشون علاقه‌مندند. این باعث می‌شود که نمی‌تونن در نزاع تا کران‌های طیف نزاع پیش برن. توجه میکنی؟ این نکته ایست که من در جای دیگری به تفصیل گفتم، نکته ایست که دوستانی که با روانشناسی تربیتی سر و کار دارن این نکته رو میدونن. هر وقت دو دشمن دوست مشترکی داشته باشن که در عین دشمنی با یک دیگر هر دو علاقه منده به اون شخصن،
اینا نزاعشون تا یک جا ادامه پیدا میکنه، دیگه از یه حدی بیشتر از هم دور نمیشن. این یک اثرشه. و اما یک اثر دوم، اثر دوم اینه که وقتی که من دوتا بچم رو میبینم نزاعشون رسید به یک مرحله بسیار حساس و دیگه الان دارن چنگ به هم میزنن، الان دارن به خون هم تشنه اند، اون وقت من بهشون میگم که میخواید یه حکمیتی من بینتون بکنم؟ میخواید یه داوری من بینتون بکنم؟ طرفین امکان این که داوری رو حقش رو به من بدن خیلی زیاده. طرفین راضی میشن به این که من بینشون داوری کنم. اون وقت میگن آره بابا. میدونی چرا راضی میشن؟ چون هر دو میدونن من بی‌طرفم. میگن آره بابا راضیم. اون وقت میبینید که نزاعی که به هیچ ترتیبی قابل حل نبود از این راه قابل حل میشه که طرفین یک داور مشترک رو قبول دارن، یه حکم مشترک رو قبول دارن. وقتی مسئله به جای حساس رسید، این پدری که تو الان مداخله نمیکرد یه پیشنهاد میکنه، اونم پیشنهاد میکنه، میگه عزیزان من، فرزندان من، میخواید من داوری کنم؟ و داوری که یک پدر بی طرف بکنه، این داوری داوری است مطابق عدل و انصاف. این مسئله در یک رابطه ساده خانوادگی بین من و دوتا فرزندم، این مطلب صادقه. حالا از اون طرف فرض کنید که من به جای این کار اومده باشم یکی از طرفین نزاع شده باشم، یعنی از یکی از دوتا دخترم طرفداری کرده باشم، فرض کنید از یکی از دوتا پسر هم طرفداری کرده باشه، راجع میکنه. اولا اون پسری که احساس میکنه پدر در جناح برادرش قرار گرفته، این دیگه با برادر خودش وجه مشترک احساس نمیکنه، دیگه چیز مشترکی بینشون دیگه نیست، همه جهتشون با هم فرق داره، حتی در این جهت هم با هم فرق دارن که یکیشون یه یاوری داره که اون نداره. این یک. دومم دیگه اگر اینا افتادن به جون هم و تا حد کشتم هم دیگر رو زدن، کسی دیگه به داد نمیتونه برسه. چرا؟ چون پدری که نمیتونه بگه بابا میخواید داوری بکنم؟ میگن نه آقا نمیخوایم داوری کنی، شما تکلیفتون از اول مشخص، راجعه میکنید، شما نمیخوایم داوری کنی. اگر وحدت خانواده من بخواد از حفظ بشه و از هم نپاشه، پدر باید موضع پدری خودش رو همیشه حفظ، هر چقدر هم در باطنش غلیانات داره، هر چقدر هم در باطنش احساسات داره، هیجانات داره، حتی از این بالاتر بگم ولو در باطن یکی از طرفین رو برحق میداند، خودشو وارد معرکه نکنه. وقتی شما وارد معرکه شدی دیگه پدر نیستی، نیستید پدر. این نکته خیلی مهمی است. رجال یک مملکت باید همیشه همینطور باشن. رجال یک مملکت اگر واقعا میخوان دشمن نتونه وحدت ملیشون از بین ببره، خودشون باید نسبت به جناح‌های متفاوتی که در جامعه وجود داره پدری خودشون رو حفظ کنن. وقتی همه جناح‌ها احساس کنن یه پدر مشترک منصف بی‌طرف بالا سر همشون هست، نزاعشون خیلی جریان پیدا نمی‌کنه و مواضعشون خیلی از هم دور نمیشه. این اولا. ثانیاً ولو نزاعشون هم از هم جریانش فراوان دور شد و کشمکششون هم جدی شد، وقتش وقت مناسب پدر میگه که خوب لطمه به هم زده اید ولی همو خسته هم کرده اید، میخواید من یه داوری بین شما بکنم؟ میخواید بیایید من وجه المصالحه ای بر شما قرار بدم؟ میخواید من آشتیتون بدم؟ همه میپذیرن. رجال یک مملکت آقا راهی جز این ندارند که در نزاعها، این نزاعهایی که بین گروه های سیاسی وجود داره،
در این نزاعها پدرانه مواجه شدن، برخورد پدرانه کنن. این برخورد پدرانه در قول نیست، چون مردم تیزهوشند، مردم میابند. توجه میکنید، ما باید اینو رعایتش بکنیم. بنده والله العلی العظیم اصلا هم کاری به شخص خاصی ندارم، میگم آقا این حرفی که من زدم منطقی است یا نه؟ اگر منطقی است همه باید رعایت کنن، اگر هم نیست اصلا حرفم بی بچه. کاری به این ندارم که من کی رو دارم میگم یا کی رو نمیگم، ولی من از سر دلسوزی میگم آقا وقتی ما دشمن قداری مثل امریکا داریم، مثل اسرائیل داریم، اول چیزی که بهش احتیاج داریم وحدت ملیه، و اول عنصر وحدت ملی و تمامیت این وحدت ملی و احداث این وحدت ملی و ابقاء این وحدت ملی داوران بی‌طرفی است که بیننا و بین الله صادقانه در مقام عمل کمال بی‌طرفی رو نشون داده باشه و پدری کرده باشه.